یان برمر کارشناس سیاسی آلمانی و آمریکاییه که کرسی مدیریت سیاسی در دانشگاه هاروارد رو تدریس میکنه. از او به عنوان یکی از بزرگترین استراتژیست های جهانی در حال حاضر نام برده میشه. او در ویدیویی که در کانال یوتیوبی بیگ تینگ منتشر کرده، نظرات خودش رو در مورد سال 2023 و اتفاقات اون بیان کرده. مشکل آب. در حال حاضر در جهان ما بسیاری از انسان‌ها با مشکل آب روبرو‌اند و به تبع اون از دولت‌ها و سیاستمداران هم توقع خواهند داشت که برای حل این مشکل راهکارهای سریع و مؤثری را در نظر بگیرند. مشکل آب در سرتاسر جهان به طوری در حال اتفاق افتادنه که برای مثال بسیاری از نقاط جهان اسیر طوفان‌ها و سیل‌ها هستند و در جاهای دیگر از جهان هم بسیاری از انسان‌ها به دنبال پیدا کردن منابع آبی هستند تا بتونن مشکلات خودشون رو حل کنند. این مشکلات مربوط به آب در قدم بعدی در سال 2023 به اعتقاد این کارشناس میتونه به راحتی وارد دیگر حوزه‌های حساس زندگی بشر هم بشه. به عنوان مثال کمبود آب در فصل کشت باعث خواهد شد که کشاورزان به دنبال راه‌حل‌های متفاوتی برای تهیه آب باشن و به تبع اون ممکنه که حتی در چرخه غذایی جوامع جهانی مشکلاتی به وجود بیاد. مشکلات آبی بیشترین تبعات خودشون رو در سال 2023 در مناطق خاورمیانه و شمال آفریقا خواهند داشت. اما به عقیده این تحلیل دیگر به احتمال زیاد ما باید شاهد درگیر شدن بقیه مناطق جهان همچون جنوب اروپا و حتی مناطق قفقاز با این مشکل سخت در سال جدید میلادی هم باشیم. او همچنین به این نکته هم اشاره میکنه که همانند کشورهای گروه G120 که به دنبال کم کردن گازهای گلخانه‌ای و کمک به محیط زیست هستند، گروهی دیگر در سازمان محیط زیست جهانی به نام G24 وجود داره که ممکنه کمتر کسی در اخبار و مطالب جاری اسم اون رو شنیده باشه و دلیل اصلی اون هم اینه که این کارگروه تا به الان هیچ اقدام مؤثری برای مبارزه با مشکلات آب در جهان ما انجام نداده. او همچنین در آخر این پیشبینی خودش از سال 2023 به این نکته هم اشاره میکنه که سال 2023 اولین سال خواهد بود که تقریبا کل جهان به واقعیت این مشکل یعنی بی‌آبی پی خواهند برد و تلاش خواهند کرد که راهکارهایی رو برای این مشکل بیابند. تربیت شدگان نسل تیک تاک. این کارشناس برجسته اعتقاد داره که سال 2023 به احتمال زیاد سالی خواهد بود که ما باید شاهد شکوفایی نسلی از بشریت باشیم که با برنامه‌هایی به مانند تیک تاک پرورش یافتند. از ویدیو سازهایی که غالبا در ژانر سرگرمی کار می‌کنند تا نماینده‌های اقلیت‌های مذهبی و قومی در سرتاسر جهان. او اعتقاد داره که نسل بزرگ شده در تیک تاک به نوعی متنوع ترین و اکتیو در این نسل پرورش یافته جهان در طول تاریخه، زیرا اونها به این نکته پی بردن که میتونن در تمام فرایندهای اجتماعی همانند تظاهرات ها برای احیای حقوق اجتماعی، رای گیری ها، انقلاب ها و بسیاری دیگر از تغییرات بنیادی پیش قدم باشند. او اعتقاد داره که این نسل پرورش یافته در تیک تاک به نوعی در سال 2023 گسترش خواهد یافت تا جایی که حتی ممکنه با توجه به محبوبیت خود و عملگرایی قدرت تصمیم گیری رو در بسیاری از کشورهای دنیا به نوعی به دنبال خودش بکشه. او راز موفقیت این نسل رو عواملی به مانند مقبولیت، حق طلبی و قبول کردن اشتباهات خودشون میدونه و اعتقاد داره که سال 2023 سال شروع تغییرات سیاسی و اقتصادی خواهد بود که با اهرم فشار این نسل به وقوع خواهد پیوست. توقف پیشرفت جهانی. بعقیده این تحلیلگر جهان طی 50 سال گذشته پیشرفت‌های چشمگیری رو در زمینه‌های آموزش، سلامت و میانگین طول عمر داشته. همچنین از بعد اقتصادی نیز در این مدت نیم قرن طبقه‌های متوسط و متمول در سرتاسر جهان رشد چشمگیری رو داشتند. او اعتقاد داره که از سال 2023 این نمودار صعودی شروع به تبدیل شدن به یک نمودار سقوطی می‌کنه، به طوری که ما باید در این سال منتظر افزایش چشمگیری رشد جمعیت فقیر در کل جهان باشیم. انسان‌هایی که حتی درآمدی کمتر از 3 دلار در روز دارند. همچنین او را اعتقاد داره که این فقر و عقب‌گرد در نهایت باعث میشه که بسیاری از دانش آموزان در کشورهای جهان مجبور به ترک تحصیل اجباری بشن و یا حتی به مانند آنچه در افغانستان اتفاق افتاد، زنان از تحصیل و آموزش به طور کامل منع بشند. از عواقب این اتفاق به نظر این تحلیلگر خبر هم میتوان به از بین رفتن تدریجی مفاهیمی همچون حقوق بشر و حق تحصیل رایگان در سرتاسر جهان نام برد. او همچنین برای اثبات نظریه خودش در این مورد نگاهی به آمارهای سازمان ملل بعد از پاندمی کرونا میکنه و ادامه میده که این اتفاق در نهایت باعث شد که رشد 5 ساله جهان تنها در یک سال به طور کامل از بین بره و حالا علاوه بر عواقب این پاندمی باید علتهای دیگری نیز به این گسترش فقر در جهان اضافه کرد. علتهایی همچون خشکسالی های گسترده در جهان و جنگ روسیه و اوکراین. شوک های تورمی.
شاید این نکته بعد از وقوع کووید برای همه انسان‌ها به یقین تبدیل شده که اقتصاد جهانی و شکوفایی اون با مشکل بزرگی روبرو شده و اون مشکل هم مشکل تورمه. تورم بالای تاریخی که اکنون شاهد اون هستیم از منابع متعددی ناشی میشه. نخستین منبع همه‌گیری کووید 19 بود که دولت‌ها رو بر اون داشت تا کاهش درآمد رو با محرک‌های مالی و پولی خارق‌العاده مهار کنند. و همزمان عرصه جهانی کالا و خدمات دستخوش اختلال شد. سپس درست زمانی که ایالات متحده و اروپا به لطف واکسن از همه‌گیری رها شدند، چین سیاست‌های مقابله با شیوع کووید خودش رو دو برابر افزایش داد و باعث اختلال بزرگی در اقتصاد جهانی شد. در نهایت جنگ روسیه و اوکراین و تحریم‌های غرب در واکنش به اون، عرصه جهانی غذا و کود رو تحت فشار قرار داد. همه این عوامل در کنار هم به معنای یک بحران تمام عیار بود. تلاقی بی سابقه شوک‌های همپوشانده تورم رو به سطحی رسوند که اکثر کشورها در 50 سال گذشته در اقتصاد خودشون ندیده بودند. در ابتدا بانک‌های مرکزی معتقد بودند که افزایش فشار قیمت‌ها گذراه، بنابراین سیاست‌های خودشون رو برای مدت طولانی معلق نگه داشتند. اما اونها زمانی که متوجه اشتباه خودشون شدند، مجبور شدند برای جلوگیری از بی‌حاشیه شدن انتظارات تورمی واکنش نشون دهند. فدرال رزرو آمریکا با افزایش تهاجمی نرخ بهره و کاهش ترازنامه در سال 2022 پیشتاز بود و سایر بانک‌های مرکزی دنیا رو نیز بر اون داشت که از این روش پیروی کنند. تا اون لحظه به نظر می‌رسید که چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای وجود داره و سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی جواب داده. اما بانک‌های مرکزی سیاست محدودکننده خودشون رو در سال 2023 هم حفظ کردند. شرایط سخت مالی و اعتباری جهانی پس از سال جاری ادامه خواهد داشت، زیرا افزایش نرخ‌های بهره گذشته با تأخیر بر سیستم مالی زمان حاضر در سال 2023 اثر می‌گذاره. همچنین با وجود افزایش سریع نرخ‌های بهره، نرخ تورم تثبیت میشه که ناشی از اعمال محدودیت‌های زنجیره تأمین و پس‌اندازهای اضافی دولت‌ها و شهروندانشونه. همچنین با تضعیف اعتماد مصرف کننده و کسب و کار، رشد جهانی از 6% در سال 2021 در سال 2022 به رقم 3% رسید و این رقم در سال 2023 به احتمال زیاد زیر 1% خواهد بود و بیشتر نقاط جهان شاید حتی رشد منفی رو هم تجربه کنند. یکی از تأثیرات فوری این مشکلات اقتصادی فشار بر مقامات فدرالی کشورهایی خواهد بود که امسال قرار در اونها انتخاباتی برگزار بشه، کشورهایی مانند ترکیه، اسپانیا، آرژانتین و لهستان. اما حتی کشورهایی که در اونها انتخابات هم برگزار نمیشه نیز با این بحران فزاینده روبرو میشن و در جایی که دولت‌ها درگیر میشن، این فشار اقتصادی بیشتر بر روی دوش مردم در کل جهان سنگینی میکنه و این باعث به وجود آمدن یک بحران عظیم جهانی در سال 2023 میشه. روسیه خشن. بعد از مدت یک سال از شروع جنگ روسیه و اوکراین، کشور روسیه از یک قدرت بزرگ نظامی و اقتصادی در جهان تبدیل به یک قدرت زورگو و خشن شده. کشوری که به واسطه تحریم‌های سنگین بین‌المللی از تمام کشورهای پیشرفته جهان جدا شده و دیگر حتی شریان‌های اقتصادی پرسود خودش را با کشورهای اروپایی و جهان نداره. و بدتر از همه اینها هم این نکته است که جنگ در اوکراین کاملا متضاد با آنچه بوده که روسیه در شروع حمله صدای اون رو در سر داشته. وضعیت حال حاضر روسیه و رئیس جمهور اون یعنی ولادیمیر پوتین به عقیده این تحلیلگر به مانند یک راه یک طرفه است، زیرا هر دو گزینه پایان و ادامه جنگ به منزله شکست بزرگی برای روسیه به حساب میاد و همین هم باعث خواهد شد که شرایط حداقل برای بازی زمانی کوتاه هرگز به قبل از هجوم روسیه به اوکراین برنگرده. او عقیده داره که در نهایت مهمترین تبعات این جنگ در سال 2023 گسترش بیشتر ناتو در مرزهای روسیه و تقویت ارتش اوکراین توسط قدرت‌های غربی خواهد بود. زیرا قدرت‌های غربی در صدد هستند که این جنگ رو تبدیل به یک جنگ نیابتی با روسیه بکنند. همچنین این جنگ در بعد اقتصادی نیست به فقیرتر شدن اقتصاد روسیه شدت می‌بخشه، زیرا تا همین لحظه روسیه اکثر مشتریان محصولات انرژی خودش رو در جهان از دست داده و برای مثال نفت خودش رو با تخفیف‌های بالای 50% در بازارهای سیاه می‌فروشه و این یک ضرر اقتصادی بزرگ برای روسیه می‌تونه در نظر گرفته بشه. او همچنین در آخر به این نکته اشاره می‌کنه که بن‌بست جنگ اوکراین در سال 2023 با شدت بیشتری ادامه پیدا می‌کنه و سال 2023 سالی خواهد بود که جهانیان به جنگ روسیه و اوکراین به عنوان جنگی طولانی مدت نگاه خواهند کرد.